امام فداش بشم. بوی باروت، شهادت در راه خدا. شما چی؟ ما یگان دریایی بودیم. دریایی؟ بله بله یگان. همین جوونمون. بله یگان دریایی. سلام بوری با. شکر. چطور؟ جایی کی خالی؟ جای حاج قاسم. میگن سردار کارگر نه پیر میشن نه بازنشسته، چرا؟ دیگه الان نوامون 15 سالشه. گلمون اینجوریه. من پدرم تو 75 سالگی موهای سرش مشکی بود. میگن دیگه شما قبل انقلاب تو این سمت بودی. سردار دفاع مقدس چند سالتون بود؟ بله حدود 20 سالم دارم. اصفهان اعزام شد. بله بله. به به چه بغل کردن زیبایی. مخلصم. بله نواجلی ها. امروز سربند حسینی نصر من الله و فتح قریب بود و کلن فضا تو رو می برد به اون روزها، روزهایی که یکی چشمش را جا گذاشت و دیگری پایش را. آقا پا چی شده؟ اوف شده. پشت به پشت از این مردان قهرمان بی ادعا نشسته بود. دستتون رو کجا جا گذاشتی؟ فکه. چند سالتون بود؟ تو فکه دیگه 19 سالم بود. چند ساله شما روی ویلچر نشستید؟ چیزی نیست، حدود 38 سال. ما یه خمپاره تصادف کردیم. پارو کجا جا گذاشت؟ خورم شهر. این جماعت با عشق طلبکار ما هم نیستند. من 8 تا بچه دارم، 8 تاش بیکارن، کرایه نشینم، قدرت خرید یه پرای پیکانم ندارم، پشیمونم نیستم، چون مطیع ولایتم. نه فقط رزمنده ما، که مادر هم همین بود. فرزندتون چند سالشون بود به شهادت؟ 18 سال. کجا؟ 18 ساله یه 15 ساله. دو فرزند. برادرم هم شهید شده. حقی برای خودتون قائلید؟ حق خاصی؟ نه، حق از خدا میگیرم. به تاریخ دفاع مقدس که نگاه کنی، از هر زبان و شهر و دیاری ایستادن و خون دادن. کجا تشریف آوردین؟ چهارمحال بختیاری. زنده بود. سلام. چه لباس زیبایی. خواهش کنم. 2870 روز جبهه بودیم. بله بله. کجا؟ کردستان. امروز چی؟ ما هم باید برابر دشمن وایسیم، جوابش بگیم یه مشتی محکم به دهنش بزنیم، دهنش رو سرویس کنیم. آقا چی شد؟ منشوری شد؟ نه دیگه، خب اینجوریه. این یک دلی رو در فرماندهان هم میشد دید. ارتش و سپاه و نیروی انتظامی دست در دست همونجا ایستادن در جا جای این کشور. سردار شما یک جمله. ما فقط رنگ لباسمون یه ذره با هم متفاوته، ولی برادرهامون فوق العاده ریشه داره. راستی از بدخواهان چه خبر؟ آخرین ضربه‌ای که به صهیونیست‌ها زدی میتونیم بگیم چی بود؟ اونا که نگفتیم. وای نمیشه گفت، نمیشه گفت لابد دیگه. نمیشه گفت لابد. امیر آمریکایی‌ها میگن ارتش دوربینای ما رو گرفته پس نمیده. خب آمریکای خیلی توهم دارن دیگه، توهم زیاد میزنن. احتمالا بالاخره محکم نبود، افتاده تو دریا دیگه. جلوگیری از بیان روایت‌های نادرست و غیر مستند از دفاع مقدس یکی از دغدغه‌های جدی آقا بود. سعی بشه روایت‌های مخدوش و غلط و دروغ از دفاع مقدس پاسخ داده بشه و همچنین از اصل انقلاب این روایت ها. خلاصه این دیدار خاطرات روزهای رشادت و غیرت این ملت و کشور رو زنده کرد، روزهایی که فرهنگش در نسل امروز ما هم جاریست، نمونهش هم جوانان مدافع حرم. علی رضوانی، خبرگزاری صدا و سیما.